بالاخره نوروز شد، اول بهار. قراره با هم دیگه از جنوب به سمت شمال حرکت کنیم، کلی خاطره زنده کنیم، کلی مکانهایی که شاید خیلیاتون با اسم قدیمی میشناسید براتون توضیح بدم. با من همراه باشید، این ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندید. حس سال قشنگ نوروز در ایران، با من همراه باشید ببینیم چی میبینیم و چی پیش میاد. درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل، سال جدید و بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از سال قشنگ و سلامتی داشته باشید. الان دقیقا اومدیم میدون راهن، ایستگاه راهن. شاید به جرات میشه گفت اینجا جزء جای دیدنی به حساب نمیاد، ولی جاییه که خیلی از مسافران نوروزی که از شهرهای مختلف وارد شهر تهران میشن از اینجا وارد میشن، چون میدونیم که بلیط هواپیما به شدت گرونه، میمونه یک راهن و یک اتوبوس. به همین خاطر خیلی از این عزیزان با همراه قطار وارد شهر تهران میشن و خیلی از عزیزانی که تو تهران هستن الان رفتن به سمت شهرهای خودشون. شاید میشه گفت نصف تهران خالیه و یک خیابونه کاملا بی ترافیک داریم. اومدم اینجا اول میدون راهن شروع کنیم، بریم به سمت شمال تهران تا تجریش. با هم دیگه نقطه هاشو خواهیم دید. این ویدیو کلی حسال قشنگ و نوروزی داره. میدونید مردم تو نوروز سعی میکنن اکثرا مسافرت برن، عید دیدنی برن و این سنت قدیمی همیشه نگه دارن. درسته کلی هم مشکلات وجود داره، ولی بالاخره این کار همیشه انجام میدن. قبل از هر چیزی ببرمتون سر سفره هفت‌سین عزیز و بعد برگردیم ادامه پیاده رویمونو با هم داشته باشیم. سالی پر از خیر و برکت برای شما عزیزان دل آرزومندم. امیدوارم که هر جای این کره خاکی هستید پر از انرژی و آرزوی سلامتی برای تک تکتون دارم. اینم سفره هفت‌سین عزیزه که با ظروف به قول خودش 50 سالش گذاشته. خیلی ساده. الان میگید چرا دو تا سبز است؟ چون یه نوه به نوه‌های عزیز امسال اضافه میشه. دعایی نداری عزیز برای دوستان؟ من آرزو میکنم همه این مردم دنیا صحیح و سالم با خوشی زندگی کنه، بعد بچه ها، نوه‌ها، نوه، پسر، دختر، همه خانواده هم صحیح و سالم باشه، با خوشی هم زندگی کنن. عاقبت بخیر. آمین. الان نگاه کنید اینجا میشه اول خیابون شوش، یعنی اگر این خیابون دست راست بریم میره مستقیم میرسه به میدون شوش و مستقیمش هم باز ادامه بدیم به تیردوقلو، اونورم پارک بیسیم. ولی ما امروز قصد نداریم به سمت شرق بریم و قصدم اینه که به سمت شمال خیابون ولیعصر یا همون پهلوی سابق بریم که میشه گفت شاهرگ اصلی شهر تهران به حساب میاد و جنوب به شمال رو متصل میکنه. میبینید دیگه خیلی از این ساختمون هم میدونم مال 40-50 سال پیشه، به یادگار مونده. الان هم که ماه رمضونه خیلی از اغذیه فروشی ها بسته است. البته اینجا میگم اغذیه فروشی به خاطر اینه که اکثرا به این اسم شناخته میشن، ولی چون یه جایی که مسافر زیاده الان املت و چای و نیمرو میدونم کسایی که با قطار واسه اولین بار، مخصوصا اگه اهل تهران نبوده باشن اومده باشن اینجا، احتمالا یا دیزی یا املتی یا نیمرویی چیزی میل کردن. بیشتر از این دیگه وقتتون رو نگیرم، با هم دیگه بریم به گردش نوروزی. شاخه سال دیگه هوا کاملا سالمه دیگه، اگه بعد از این همه بارندگی روز اول عید نباشه که دیگه هیچی. آوردمتون دقیقاً میدان منیریه یا در قدیم محله منیرالسلطنه، جزء محله‌های ایون‌نشین بوده در قدیم. اینجا چون دقیقاً الان من این پایین میشم خیابون ولیعصر و پهلوی که از سمت راهن میایم، رو به شمالش هم که همون خیابون امتداد خیابون پهلوی، اینور میشه خیابون ابوسعید. از اونجایی که اینجا میره به سمت بازار، به محض اینکه اینجا وایسید موتوریا و تاکسی‌ها رو میبینید که میرن به سمت ابوسعید و گلوبندک. میدونید دیگه بین چهار ابوسعید تا چهار گلوبندک یک بورس دوست فروشیه، اینجا هم بورس اصلی لوازم ورزشیه. حالا با هم دیگه یه نگاهی میندازیم. تو این ویدیو بهتون گفتم قراره حال و هوای روز اول بهار رو کنار هم دیگه تجربه کنیم. میدونید تهران یه جورایی خلوته. اگر هم ببینید ماشین اینجا حوالا اینجا به خاطر اینکه مرکز شهره و خیلی هم قراره وارد شهر تهران بشن دیگه. خروجی‌های تهران همه به شدت قفل بوده. خیلی از ورودی‌ها و خروجی‌های تهران الان همه شلوغه، یه عده اکثریت دارن خارج میشن، یه عده هم دارن وارد میشن دیگه. بازارا رو میبینید که همه یه جورایی خلوت شده. حالا دارم یه چیز جالب میخوام بهتون نشون بدم. اینجا میشه خیابون معیری، اگه مستقیم بریم میره میخوره به چهار لشکر. چهار لشکر هم که میدونید دیگه اداره پست کل تهران قرار داره. به سمت جنوبش بریم میره سمت میدون قزوین و پارک رازی، همون شهرنو سابق که الان شده پارک رازی دیگه. باز اینجا یه بورسایی هست، باز میگم دست فروش خیلی کم شده. شب آخر قشنگ یادم دارید چاقال بادم اینجا نیم کیلوش 350,000 تومان، تو میدون تجریش همین الان 1,500,000 تومان، یعنی 2 برابر اینجا. اینجا به خاطر اینکه بورس لباس ورزشی هم هست کلی آدم میاد برای خرید اینجور چیزا و یه جوری میشه گفت هر نوع لوازم ورزشی که شما فکرشو بکنید تو میدون منیریه پیدا میشه. با همدیگه باز میریم رو به شمالتر ببینیم چه خبره. دقیقا اینجا هم سرای جمهوریه، شانزلیزه، داریم مستقیم میریم. دست راست هم بریم که اینم خیابون جمهوری یا همون خیابون شاه تا میدون بهارستان میره. گفتم که شاید براتون جالب باشه این قسمت شهر. این چقدر خلوت شده. دقیقاً الان کجاییم؟ سینما قدس یا همون سینما پلیدور سابق. بله درست حد زدید. دیگه رسیدیم به میدون ولیعصر کنونی یا ولیعهد سابق. اینجا هم که ورودی مترو، میبینید چقدر خلوته. یعنی عید روز اولش فقط اینش جالبه دیگه. داخل اونایی که حالا اولین بار اینجا میرن داخل خود میدون کلا تغییر دادن، شده یه مکانی واسه ورودی مترو، انشاباش به این ور اونور خیابون. اینجا دقیقاً سر خیابون ولیعصر یا همون پهلوی سابق هستیم، داریم میریم به سمت بلوار کشاورز یا الیزابت سابق. میدونید یکی از قشنگترین و زیباترین بلوارا یا میشه گفت خیابونای شهر تهران جدا از اون قسمت شمالی خیابون ولیعصر همون پهلوی، بلوار الیزابت. حالا هنوز فصل بهار کامل خودشو به نمایش نداشته، انقدر اینجا سرسبز میشه با این درختای قدیمی که دور تا دور این بلوار هست که حد نداره. بازم صدای موتوری این روزم پیاده رو ول نمی کنم. رسیدیم به خود بلوار کشاورز همون الیزابت سابق. خودم به شخص کلی خاطره دارم. نمیدونم اینجا قرارش مراسم ایجاد بشه، ولی مسلماً یه مراسمی باید باشه، چون یه عالمه میز و صندلی دارن میچینن و دکور دارن میزنن و اینجور چیزا. نادرن وسایلش رو خالی میکنه. از این خلوتی خیابونا که ترافیک نداره استفاده میکنن و بعدا معلوم میشه. همین راننده تاکسی ها مثل شکارچی عقاب میمونن دیگه، مسافر ندارن یک تازی کنن مثل قدیم. باز این سمتش یه ذره شلوغ‌تر میدون ولیعصر. اوه اوه اولین پرشکی سال 1403، پرشکی 20 تومن. این تا همیشه ارزون بوده. حالا روبرومون میشه خیابون کریم خان که مستقیم بره میرسه به محله عباس آباد و مستقیم تر میرسه به میدون هفته تیر که همون 25 شهریور دیگه اگه اشتباه نکنم. خیلی اون تب و تاب ایده از اینجا نمیشد نفس بکشیدی، کاملا افتاده و یه حس حال عجیبی داره اول بهار تو شهر تهران. واقعا اون همه هیاهو، اون همه ازدحام. بهتون میخواستم اینو بگم، من یه شب مونده بود به یعنی سال نو، دو شب در اصل میشه گفت، دست فروش حتی دیگه خونهشون هم نمیرفتن، شبا همونجا که بودن میخوابیدن که صبح یک جاشون از دست ندن و یه دست عزیزانی بودن که ساعت 3 صبح میادن واسه خرید و این واسه من خیلی عجیب بود. اون شبی که حالا بعد اتفاق بیرون بودم و این صحنه رو دیدم دوربین همراه نبود که ثبتش کنم، خیلی جالب بود. باز پرشکی هم مثل که ما باید استارت پرشکی رو بزنیم. این قسمت خیابون ولیعصر همیشه شلوغ بوده و هست، با این حال که الان ساعت 3 بعد از ظهر ها. بساطی ها دیگه دارن تازه میان بساط میکنن که دیگه تا غروب اینجا رو دوباره غلغله کنن. فردا هم که فکر کنم بازی تیم ملیه دیگه اگه اشتباه نکنم. بریم واسه جلوتر ببینیم جلوتر چه خبره. الان حدس میزنید دقیقا کجاییم؟ دقیقا اومدیم پارک سایی، یکی از پارک‌های دره‌ای قشنگ نزدیک محله یوسف آباد و کنار خیابون پهلوی، همون بعدی عصر کنونی. یه زمان اینجا پر از پرنده، یعنی پرنده نگهداری میشد، همشون رو منتقل کردن به پارک شهر نزدیک میدون حسن آباد یا میدون هشت گنبد. اینا رو میگم برای اون عزیزان این که خیلی سال ایران نبودن، خیلی وقتا اسمای قدیمی رو میدونن و موقعیت و اسمای جدید رو خیلی کم باشون آشنا هستن. یکی از پارک‌های خیلی باصفایه و فکر میکنم خیلی از نسل باش خاطره دارن. حداقل بنده به شخصه کلی اینجا میومدم، چقدر با اتوبوس میومدم یادش بخیر، ولی رو برگشتش همیشه رو به پایین پیاده روی میکردم. کم پیش میاد آب و هوای تهران اینجوری دلچسب و دلپذیر باشه. بریم، وقت نیست، باید بریم تا شمال شهر. آوردم تو میدون ونک، اینجا هم که اول خیابون حقانیه، این سمت هم میره سمت چهارراه جهان کودک، فکر میکنم خیلیاتون بشناسید دیگه. باور کنید میدون ونک جز میدوناییه که همه در حال حاضر میدونن که قشر کارمند و اداره اینجا زیاده، به همین خاطر یکی از شلوغ‌ترین هاست. ولی میبینید که توی ایام نوروز اصلا و ابدا به این شکل، این درختای کاج الکتریکی هم شبای جلوه خیلی خوبی به این میدون قدیمی میده. یادم یه سریاتون میگفت اینجا یه شهر بازی بوده، بعد جمع شده، بعد خاطرات خاصی داشتید هر کدومتون از این نقطه، ولی خب میگم امروز سعیم برای این بود که از جنوب تهران بریم به سمت شمال رو ببینیم حالا هواش چجوری. البته ایستم بهتون بگم ماه رمضون هم بی تاثیر نیست، خیلی وایسادن تا هوا تاریک شه، به قول خودمون افطار شه بزنن بیرون، ولی نه اینجور جاها. اینجور جاها چون اکثرا قشر کارمند و اینجور کسا بودن زیاد شلوغ نمیشه، اگه بخواد شلوغ بشه بیشتر شمال شهر شلوغ میشه. بریم یه نقطه بالاتر، فکر کنم از این مرکز خرید صفویه دقیقا فهمیده باشید کجاییم. اینجا روبروی پارک ملت یا همون پارک شاهنشاهیه که میدونم یکی از قشنگترین و زیباترین معماری پارک رو داره و تو ایام نوروز دیگه به اوج شلوغیش میرسه. گفتم جای این مکان توی ویدیو خالی نباشه. همه اینا درنده بیشتر بهتونش میدن. امروز فقط میخوایم حال و احوال نوروز رو ببینیم که تهران به چه شکلی در اومده. این عزیزان توریستای چینی بودن فکر میکنم، بله نیهاو و همه چینیای گل. خب اینجام که تو شب چراغونیاش فرق میکنه، میگم شبش هم در آینده حتما خواهیم اومد کنار هم دیگه. غرفه ها رو میبینید، غرفه های نوروزی. چقدر این پارک خوبه. بله تو روز بهار و نوروز تو خیابون پهلویان ولیعصر از پارک وی گذشتیم، به سر فرشته است. در آخر هم آوردم تو میدون تجریش. میبینید دیگه الان تقریبا ساعت شد 5:30 غروب. صدای ماشین آمبولانس هم که داره میاد، با هم بریم. اون دست خیابون چقدر جالب. ما صبح پایین بودیم، هوا پاک و سالم بود، الان داره میره به سمت ناسالم. چقدر عجیب غریب، با چه سرعتی آلوده میشه. تابلو پایین شهر جنوب تهران، ما که اومدیم ساعت 12 سالم بود، الان شمال شهر ناسالم. چیز خیلی جالب بود برای من. میدونید که میدون تجریش یا به قول خودمون اول خیابون دهرن جز جاهاییه که میشه گفت خیلی وقتی به شهر تهران میان جز اولین جاهاییه که میان میگردن و میبینن. یعنی همه مهمونای شهرهای دیگه که وارد تهران میشن همه از دم حتما یه سفری به تجریش دارن. از اون ور الان پل طبیعت، پارک آب و آتش، برج میلاد، ایران ما، خیلی جای توریستی که میشه گفت گردشگری هستش که حالا تو سطح شهر هر کدوم به نوبه خودشون وجود دارن. موزه ملی، نمیدونم کیا رفتن داخلش، ولی خیلی جای قشنگیه. چون از این که الان میان تهران دارم عرض میکنم یا کسایی که اومدن ایران. میبینید که اینجا دست فروشا هنوزم بساط دارن چون اینجا جمعیت زیاده دیگه. الان تو سطح شهر بودیم دیدید هیچکی نبود، ولی اینجا هنوزم شلوغه. داشتم فکر کنم عمو نوروزا داشتم میرقصیدن دیگه، ما دیر رسیدیم. همیشه نمیشه که آدم به موقع برسه. این ساز واقعا مال خوزستان ریشش، اگه نیست به من حتما بگید بدونم. واقعیتش اصلا نمیدونم مال، یعنی اصالت این ساز مال کدوم شهر کشورمونه. یادتونه گفتم چاقال بادام 350,000 تومان نیم کیلوش؟ نه همین الان اینجا زده 1,500,000 تومان یک کیلوش، یعنی دقیقا 2 برابر. خودتون خاطرتون هست دیگه این وسط پر از آدم بود و نمیشد هیچ کاری کرد، اینقدر جمعیت اینجا زیاد بود نمیدونستیم وارد بازار شیم، ولی در صورتی که الان اصلا این شکلی نیست. خیلی راحت میشه بیایی و یه نیم نگاهی بهش بندازی دیگه. اون جمعیتی که تب و تاب یک روز مونده به عید بود دیگه احساس نمیشه. البته این راه رو همیشه به خاطر اینکه خیلی باریکه شلوغ بود و خواهد بود دیگه داخلش نمیرم، چون میبینید یاد قبلم دیدید داخله، میخوام اطراف رو بهتون نشون بدم دیگه. انقدر که شلوغی دیدید تو این چند وقته، میخوام به بچه بلالی شیر بلالی اینه 30,000 تومنه. ولی بزرگتراش 50,000 تومان. این فضا رو که درست کردن باز کردن خیلی خوب شد. حالا نمیدونم چه چیزیه که دیگه نمیذارن اینجا بساطی یا بساط کنن و این پیاده رو خیلی کیف میده قدم زدنش. مادام بگم هوا چقدر خوبه، مثلا ندید پدید اون شاخصه حالمو گرفت، یعنی باز دوباره رفتیم تو آلودگی. مثلا تا فردا آلوده میشه دیگه. البته گفتن دوره آخر هفته بارندگی شدید داریم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.